ما یک سری واقعیت ها رو باید قبول بکنیم ما هیچ وقت هیچ مبارزه ای. نه مبارزین مثل شما نه از به زد، نه احزاب دیگری که هستن نه تنها در تاجکستان در هر گوشه دنیا تا وقتی ما تاریخ خود ما رو مطالعه نکنیم تا وقتی که اشتباهات خود ما رو پی نبریم تا وقتی که یک راه و روش درست و معقول را نگیریم تا که یک خط و مش و پلانی برای آینده خودمان نداشته باشیم ما موفق نمیشویم ببینید حاکمان خیانت کردند. چطور خیانت کردن؟ اولا کسایی آمدن بنامه بنامه، به نام دموکراسی به نام استقلال آمدن بر ما حاکم شدن که همان فکر و اندیشه کمونیستی رو داشتن مثل ماری که پوستشان عوض شده باشد فرقی نمی کردن. تازه همطوری که گفتیم شاید زمان اتحاد جماهیر شوروی و قبل از استقلال شاید که اوضاع مردم خیلی از نگاه آزادی بهتر بود آزادی دیلی تا این زمانی که آمدن مثلا اسلام کریموف در ازبکستان آوردن اینا را آوردن در تاجیکستان به صورت مردم آیسته آیست شروع کردن حرکت های مسلحانه شروع شد دعوت شروع شد تبلیغ شروع شد اما همین رهبران سیاسی اسلامگرای ما هم به خاطر نداشتن یک خط منظم به خاطر نداشتن یک نظام اساسی به خاطر نداشتن یک اهداف آشکار آخر چیکار کردند آخر آمدن همه ملت رو قربان کردن از برای خدا شما تصور کنید در ظرف ده سال چطور امکان دارد که یک حزب سیاسی قوی و نیرومندی مانند حزب نهزت اسلامی در تاجیکستان ممنوع شود یک حزب تروریستی اعلان شود چرا؟ چون که ما باید امروز قبول بکنیم باید سران حزب نهزت باید مسئولین حزب نهزت بیان از ملت معذرت خواهی بکنن چرا؟ چون خیانت کردن به ملت به جایی که بدون ببینید الله سبحانه وتعالی میگه که وعید لهم ما استطعتم من قوه نگفته وعید لهم ما استطعتم من البازار و دکان و الافس این چیزا رو که نگفته ما آمدیم صلاح خود ما را تحویل دادیم در ختمش و اصطلاح که یک برنامه ریزی شده بود رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمن المومن المومن کی سنفت مومن بعد اشیار و زیرک باشه سلاح رو تحویل دادن داخل حکومت شدن مناسب گرفتن بعد از اون به بخاط... ب... جای این که به فکر این باشن که همه دولت رو بگیرن به فکر این باشن که بیاین تاجیکستان رو از این برته و از این بدبختی نجات بدن هر کدام به فکر خ... ساختن خانه شد به فکر ساختن بازار شد به فکر تجارت شد به فکر مالندوزی شد نه تنها در تاجیکستان حتی در افغانستان مجاهدین افغانستان همونایی که باروس جهاد کردن با حکومت کمونیستی جهاد کردن روزی که قدرت رو گرفتن غیر از قصر درست بکن تجارت بکن پول مردم رو به بب... و ببر در خارج امروز برای خودشان در دبی ترکیه و کشورهای مختلف قصر و دم و دستگاه درست کردن این بزرگترین خیانتی بود که احزاب اسلامی کردن در حق ملت ها در تاجیکستان در افغانستان و در حتی در در پاکستان در کشورهای دیگر خیانت دیگر رو علما و دعوتگرانی کردن که به جای اینکه از این برنامه ها و پلان های شوم حکومت آگاه شوند در شروع خب نباید پنهان بکنیم این یک واقعیت است سلفی رو به جان هنفی انداختن هنفی رو به جان سلفی انداختن نمیدانم این, این فلان است و این اون است و همه اینها سلفی میرفت برای حکومت جاسوسی میکرد از هنفی هنفی میرفت برای حکومت جاسوسی میکرد از سلفی اول سلفی رو در زندان انداختن بعد خانی رو در زندان انداختن الان شما شاید خبر داشته باشید اگر یادتان باشد در سال 2015 در یک از برنامه گفتم که روزی می‌رسد که همینایی که امروز که تو حکومت تاجکستان هم کاری میکنن همینایی که میگن که ما ما هیچ به سیاست کار نداریم همینا رو هم رها نمی من چند روز قبل شنیدم که حتی همین صوفیایی که هستن به سیاست و به این چیزا کار ندارن حتی همونا رو هم چند تاشون دیسگیر کردن هر کدومش 10 سال و 15 سال برای زندان کشیدن چون با همین برنامه ها در, در, در اوج غفلت ما یکی ما را توسط دیگری از بین بردن امروز میدان خالی شد امروز نه سلفی ماند نه اخوانی ماند نه تبلیغی ماند نه حنفی ماند نه صوفی ماند ما به جان هم دیگر افتادیم حکومت آمد تفرقه انداز و حکومت بکن تک تک ما را از بین برد الان میدان برای اونها خالی شده است مردم ما هم خیانت کردن من حتی این این واقعیتی است که باید قبول بکنیم روز اول اگر آمد گفت که از 18 سال به پایین مسجد درون ملت قبول کرد روز بعد آمدن گفتن که زنایتان نباید چادر سیاه بپوشن ملت قبول کرد روز بعد آمدن گفتن که والا مدارس بعد بسته شود ملت قبول کرد روز دیگر آمدن گفتن که فلان کار شود ملت قبول کرد آیسا آیسا های سایسه. امروز رو... کار به جای رسید که میگه که امین نپوش روسری هم نپوش اصلا با با حجاب وارد شدن به ادارات دولتی به مدارس به دانشگاه ها ب... به, همه جا حتی به بیمارستان ها ممنوع است از برای خدا بیمارستان در, 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 اسرائیل بروید شما الان در اسرائیل یک خانم با نقاب و با حجاب مریض باشد به خط وارد بیمارستان شب باور کنید اسرائیل ها چیزی نمیگن اما در تاجیکستان میگه تو با این روسرید عقل نداری وارد بیمارستان شوی چون ملت قبول کردن ملتی که خاری را قبول کرد ملتی که ذلت را قبول کرد و کافی است که شما یک 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 مسئله ای را قبول بکنی خلاص دیگه راه رو را بر شما باز میکنن دیگه بعد از اون نمیتوانی نه یک بار که انسان خودش رو ذلیل کرد یک بار که انسان خودش رو خار کرد بعد از اون دیگه راهی برای شما وجود ندارد ببینید من خطاب من به همه است یعنی نه تنها به مردم عام نیست مومن یک مسلمان باید عزت داشته باشد ما نباید که عزت نفس خودمان را فدای مسلحت بکنیم فدای ترس بکنیم فدای سیاست بکنیم الله سبحانه و تعالی میگه در مورد عزت میاد که فَإِنَّ العزه لله جميعا عزت برای کی است برای الله سبحانه و تعالی و کسانی که الله سبحانه و تعالی را میپرستند یا میگوید که ایاب تقون عندهم العزه فان العزه لله جميعا عزت همه عزت ها در نزد الله سبحانه و تعالی است رسول الله صلی الله علیه و آله علی و سلم می که ذلت و خاری است برای کسی که مخالف قرآن و سنت را انجام بدهد ما خودمان این ذلت و خاری رو برای خودمان خریدیم خودمان قبول کردیم چرا چرا باید یک نفر بیاید فکر خودش رو ذوق خودش رو سلیقه خودش رو بر بالای همه ملت بقبولاند دختر رئیس جمهور خبر میشه که همسرش شوهرش یک زن دیگه دارد بعد میاد پدرش رو میگد که ازدواج دوم رو در تاجکستان ممنوع اعلان بکند یعنی چی؟ اینجا یک کشور است، یک ملت است یا نه اینجا یک فابریکه است، یک کارخانه است، یک شرکت خصوصی است مثل که در شرکت خصوصی یکی مدیر شرکت است صاحب شرکت است بقیه کارگران مثل نوکر و کنیزشوری وری هستند یه در مقابل یک پولی که به با اونا میده باید هر کاری که میگه بعد انجام بدهن درست است یا نه یا الان کشور رو تبدیل سه. کردن به یک شرکت یک شرکت خانوادگی دختر بچه خودش خانوادش، خسور بچه سیزنش فلانش بچه عمکی، بچه تقایی بچه فلان باور کنید هر تاجری هر تاجری که من از اوز تاجیکستان آگاه هستم هر تاجری که الان میره تاجیکستان چی میگه والا با بچه فلان رحمانوف من شراکت دارم با بچه چون اگر این کارو نکنه نمیذارن تجارت بکنه در اونجا مملکتو کردن یک شرکت خصوصی هر کاری هم که دلشان خاص انجام میدن ما هم سکوت هیچ صدایمان در نمیآید.